شکل مقابل نقش یک موج عرضی رو که در جهت محور X منتشر میشه تو لحظه صفر نشون میده. اگر موج مسافت انقدر تو این مدت زمان طی کنه، در کدام یک از لحظات زیر نوع حرکت جزء M تند شونده و جهت حرکت آن به سمت بالاست؟ بچه این سوال به شدت مهمه. از این سوالای ترکیبی نوسان و موج خیلی خطرناکه، احتمال تکرار تو کنکور داره، حواستون رو جمع کنید. خب من میام اینجا میگم آقا مسافت رو به من داده، مدت زمانم به من داده، چی رو میتونم پیدا کنم؟ سرعت موج رو میتونم پیدا کنم. هممون میدونیم دیگه حرکت موج حرکت یک نواخته، پس دلتا ایکس میشه وی دلتا تی. خب این موج ما داره مسافت 50 سانتی متر رو طی میکنه، یعنی نیم متر. سرعتش رو ندارم. تو چه مدت زمانی؟ تو مدت زمان 1.4. یه اعشار این ور رو با اعشار این ور ساده میکنم، سرعت به دست میاد. سرعت به دست میاد 5/14 متر بر ثانیه. خب میریم سراغ نمودار. آخه از این نمودار چی میتونیم پیدا کنیم؟ طول موج رو میتونیم پیدا کنیم. بیا نمودار تو تیکه تیکه کن. نمودار رو تیکه تیکه کن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. قبوله؟ 7 تا از این تیکه ها شده 25. هر کدوم از این تیکه کوچولو لاندا 4. پس من میتونم چی بنویسم بچه ها؟ میتونم بنویسم 7 لاندا 4 شده 25. به این ترتیب لاندام به دست میاد، میشه 107. واحد این چی بود؟ سانتی متر بود. اگه به متر بخوام تبدیل کنم چی میشه؟ میشه 1/7 متر. خب آقا همه چیز آماده است برای اینکه ما دوره رو به دست بیاریم. لاندا میشه وی تی. لاندا چی میشه بچه ها؟ لاندا میشه وی تی. خب الان طول موج من دارم 1/7. سرعتم هم پیدا کردم 5/14. با یه رنگ دیگه بنویسم بهتر ببینیم. سرعتم پیدا کردم 5/14. 7 × 14 ساده میشه، میشه 2، اینم میشه 2/5. به این ترتیب دوره من پیدا شد 2/5، یا به عبارتی 0.4 ثانیه. مشکلی ندارید؟ کامل متوجه شدیم؟ خیلی خب حالا بیا بریم سراغ نمودارمون. من اینا رو پاک کنم که نمودار خیلی شلوغ پلوغ نباشه. ببین موج داره میره جلو. موج که داره میره جلو چه اتفاقی میفته؟ امه میره اینطوری عقب. قبول دارین؟ خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ میخوام بیام یه پاره خط نوسان برای ام رسم کنم. آقا اینجا آه، اینجا منهای آه. قبول دارین یا نه؟ خیلی خب پس اینجا میشه آ، اینجا میشه منهای آ. درسته؟ الان ام کجاست؟ ام تو قسمت مثبت هاست، یعنی اینجاست. داره به کدوم سمت میره؟ داره به نقطه آ نزدیک میشه. پس ام یه همچین وضعیتی داره، یعنی وقتی موج به پیش میره ام شروع میکنه بالا پایین رفتن دیگه، نوسان کردن. چی کار میکنه؟ اول میره به آ نزدیک میشه، به انتهای پار خطمون نزدیک میشه، بعدم میاد اینجا. حالا سوال چی از ما میخواد؟ گوش کن، میگه در کدام یک از لحظات زیر نوع حرکت جزء ام تند شونده و جهت حرکت آن به سمت بالا است؟ تند شونده داره میره بالا. بچه قشنگ گوش کنید، بالا یعنی اینجا دیگه. من این موجه رو ادامه بدم، قشنگ گوش کنه، این تیکشه که خیلی مهمه. این موجه من اینطوری ادامه بدم، در واقع میتونیم بگیم وقتی موج میره جلو نقطه ام داره میاد عقب. خب نقطه ام میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا تا اینجا. خب اینجا داره میره بالا به صورت کند شونده، چون میخواد سرعتش صفر. میره پایین، میره پایین. اینجا داره میره بالا و حرکتش تند شونده است. چرا حرکتش تند شونده است؟ چون داره به نقطه تعادل نزدیک میشه. یعنی همین داستان رو بخوام رو پاره خط نشون بدم، تا اینجا باید بیایم. ام ما اینجاست، بعد به این نقطه برسه ام پریم. یه همچین مسافتی باید طی کنه، بعد بیاد اینجا، بعد بیاد اینجا. متوجه شدین؟ مشکلی ندارین. خیلی خوب. حالا ما دوره رو پیدا کردیم 0.4 ثانیه. آقا از اینجا تا اینجا که زمان ما نصف دوره است، یعنی 0.2 ثانیه است. خب ام ما باید یه همچین چیزی بره، بعد بیاد، بعد بیاد اینجا. به جای اولیش هم نباید برسه. اگه ام بره و برگرده تا جای اولیه، زمانش میشه 0.4. اگه این تیکه رو بخواد بره، زمانش میشه 0.2. خب زمان مد نظر ما قطعا از 0.4 کمتره، از 0.2 بیشتره. بیا گزینه ها رو نگاه کنید. زمان ما باید از 0.4 چی باشه بچه ها؟ کمتر باشه. خود 0.4 نمیتونه باشه. خب چرا 0.4 نمیتونه باشه؟ چون بر میگرده نقطه ام سر جاش، پس 0.4 نمیتونه باشه. 0.2 هم نمیتونه باشه. درسته؟ بعد از 0.2 حتما چی باشه؟ بیشتر باشه. پس 0.2 هم نمیتونه باشه. 0.5 میمونه و 0.7 ثانیه میمونه.
قشنگ گوش کنید چی بهتون میگم. خب ممکنه ام بره یه بار برگرده سر جای اولش بعد دوباره این حرکت رو طی کنه. خوب گوش کن. اما ما میدونیم زمان ما تقریبا بعد هولوحش 3 دهم در بیاد دیگه، از 2 دهم بیشتر، از 4 دهم کمتر، پس زمان ما بعد هولوحش 3 دهم در بیاد. قشنگ گوش کن. خب اگر 7 دهم ثانیه رو بگیریم درست در میاد. حالا ببین چه جوری ام میره و بر میگرده سر جای اولش، این میشه 4 دهم ثانیه. خب حالا 3 دهم دیگه هم باید بره. 3 دهم بره به یه همچین منطقه‌ای میتونه برسه، یعنی جواب این سوال میشه گزینه چند؟ گزینه 3 میشه. آقا چرا 5 دهم درست نیست؟ ببین اگه بخوایم 5 دهم در نظر بگیریم، 4 دهم ثانیه طول میکشه ام بره برگرده سر جای اولش، اینکه هیچ، میمونه 1 دهم. خب قطعا تو 1 دهم ثانیه به این نقطه نمیتونه خودشو برسونه، درسته؟ پس قطعا جواب این تست سخت و باحال میشه گزینه چی؟ میشه گزینه 3.